ما چطور میتونیم عکس ها، فیلم ها، موسیقی ها، مون حالا یا هر فایل دیگه رو وارد فاینال کات بکنیم؟ در واقع فایل های شما توی پنجره براوزر همیشه دیده میشن. اگر چیزی رو شما توی فاینال کات بیارید و ایمپورت بکنید، توی پنجره براوزر که همین پنجره است دیده میشه. شما میتونید بیاید توی منوی فایل، ایمپورت و ایمپورت فایلز رو بزنید و به طور مثال بیاین از توی هاردتون اون فولدری رو که مد نظرتون انتخاب کنید، یا اینکه مثلا اینجا فولدر من روی دسکتاپ، دسکتاپ رو میزنم، یا توی فولدر ادیتینگ پیکچرز و حالا از این عکس ها میخوام 7 8 تاش رو انتخاب بکنم. ممکنه من بخوام مثلا از این عکس تا این عکس همه رو انتخاب بکنم، ممکنه بخوام چند تا دونش رو انتخاب بکنم. اگر من فایل اولی رو انتخاب بکنم، شیفت رو نگه دارم و روی فایل دیگه کلیک بکنم، تمام فایل های بینشون هم انتخاب میشن. اما اگر کامند رو نگه دارم و روی چند تا فایل کلیک بکنم، فقط اون فایل هایی که روشون کلیک کردم انتخاب میشن. همطور که شما میبینید فقط این فایل ها انتخاب شدن. حالا به طور مثال ممکنه من این فایل ها رو بخوام انتخاب کنم و با زدن چوز اینها رو وارد فاینال کات بکنم. اولین چیزی که شاید شما به نظرتون بیاد و به ذهنتون برسه اینه که خب فرضاً من ممکنه 20 تا فایل فیلم یا 20 تا عکس دیگه، 30 تا فایل صدای دیگه هم اینجا وارد بکنم و طبیعتاً پنجره براوزر من خیلی شلوغ میشه و خیلی نامرتب میشه. خب چطوری میتونم اینجا رو مدیریت بکنم؟ شما میتونید یک فولدر جدید اینجا ایجاد بکنید با کنترل کلیک کردن و نیو بین، یا فایل نیو و بین که براتون یه فولدر جدید ایجاد میکنه. و به طور مثال اینجا اسم این فولدر رو میتونید بذارید مثلا عکس. نکته دومی که به ذهنتون میرسه اینه که خب این نوشته الان خیلی ریزه، چطوری میتونم بزرگترش بکنم؟ شما میتونید اینجا کنترل کلیک بکنید یک بار دیگه. فقط به این نکته دقت داشته باشید که روی فایل اگر کنترل کلیک بکنید، یک سری اطلاعات مربوط به اون فایل رو به شما نشون میده و دستورات مربوط به فایل برای شما اینجا لیست میشن. بعد جای غیر از روی هر فایلی کلیک بکنید، یعنی توی این محیطی که خالیه بعد کنترل کلیک بکنید، text size و large. همونطور که شما می‌بینید نوشته ها اینجا الان خیلی بزرگتر میشن. من عکس ها رو انتخاب میکنم و درگش رو میکنم توی فولدر عکس ها. اما شاید شما بگین خب به جای این کار میتونیم اصلا از اول یه فولدر رو ایمپورت بکنیم. کاملا درسته، شما میاد توی ایمپورت فولدر و به طور مثال فولدر موویز بتون رو انتخاب میکنید و چوز رو میزنید. دیگه نیازی به این کار هم نیست و فولدر شما همراه با فایل هاش اینجا وارد شده به صورت مرتب و کاملا سازماندهی شده. اما روش دیگه که من خیلی ازش استفاده میکنم و وارد منوی فایل و ایمپورت هم نمیشم، شورتکات کامند آیرم نمیزنم، یه روش خیلی ساده تر و سریع تریه. اگر پنجره فاینال کات شما اینجا باز باشه و شما به محیط فایندرتون بیاین، یعنی در واقع فاینال کات رو از این زیر ببینید، شما میتونید فولدر مورد نظرتون رو مستقیما درگ بکنید توی براوزرتون یا حتی چند تا فولدر رو انتخاب بکنید و درگ بکنید توی براوزرتون. همونطور که میبینید این روش خیلی راحت تره. تنها نکته که در مورد عکس باید خدمتتون بگم اینی که فایل های PSD شما که در واقع همون فوتوشاپ یا همون سنت های فوتوشاپی شما به صورت لایه‌ای وارد فاینال کات میشن. یعنی اگر شما بخواید میتونید به لایه های این فایل دسترسی داشته باشید و به طور مثال اونها رو آن و آف بکنید یا جابجاشون بکنید.
ممکنه شما چیزی توی فتوشاپ درست کرده باشید که بخواید توی فاینال کات انیمش بکنید، مثلا یه دیزاین خاصیه، یا دارید یه موشن گرافیک درست میکنید برای یه برنامه تلویزیونی، یا حالا هر چیز دیگه. لیرهای شما کاملا برای فاینال کات قابل تشخیص و قابل دسترسی هستند. در مورد وارد کردن فایل به فاینال کات و وارد کردن فیلم به محیط فاینال کات، شما یک عنوان کپچر دارید که در مورد اون به صورت خیلی مفصل صحبت میکنیم.